سلام سلام و درود به شما عزیزان همراهان تفسیر خبر در ایران و دیگر نقاط جهان. جمشید چالنگی هستم، از واشنگتن با شما خواهم بود در ساعت پیش رو. آنچه در خاورمیانه میگذرد موضوع گفتگوی من خواهد بود با دو مهمان امشب تفسیر خبر. در لندن آقای علیرضا نوریزاده، مدیر مرکز پژوهش‌های ایران و عرب در انگلستان، و دورتر از لندن در اسرائیل آقای مناشه امیر، کارشناس امور خاورمیانه. سفرهایی انجام شده در منطقه، آقای بلینکن به چند کشور منطقه سفر کرده، خبر داده که به زودی مذاکرات حماس و اسرائیل حالا به طور غیر مستقیم در دوحه قطر انجام خواهد شد، مانور نظامی عربستان و امارات عربی متحده، آنچه که در لبنان گفته میشه علیه حزب الله و هدف اسرائیل برای ریشه‌کن کردن حزب الله و حماس به کجا رسیده، پرسش هاییست و پرسش های دیگه که در میون خواهیم گذاشت با دو میهمان برنامه. تا لحظاتی دیگه. آقای نوریزاده خوش آمدید. درود بر شما جناب چالنگی عزیزم، جناب مناشه امیر و بینندگان تفسیر خبر به ویژه در خانه پدری. خب آقای امیر، با سلام و خوش آمد به شما، سلام و درود به شما. در اسرائیل این پرسش رو هم داریم که این قضیه ریشه‌کن کردن یا این هدف ریشه‌کن کردن حماس در غزه به کجا رسیده؟ آخرین تحولات از شما میشنیم و همینطور حزب الله لبنان. من درود میفرستم به شما آقای چالنگی، با آقای دکتر نوریزاده، به بینندگان، و بهترین ها را آرزو میکنم برای ملت ایران. شوربختانه من خبر خوشی ندارم در این زمینه، به خاطر اینکه موضوع انقدر بغرنجه که واقعا اسرائیل نمیدونه چطوری این رو حل بکنه و هیچ راه حلی که اولا صحبت از ریشه کردن حماس نیست، بلکه چون حماس رو نمیشه ریشه کرد چون یک اندیشه سیاسی مذهبی است، ولی بیرون کردن حماس از قدرت نظامی و سیاسی بسیار دشواره، به خاطر اینکه اولا دولت اسرائیل هنوز تصمیم نگرفته، که دولت اسرائیل به ویژه آقای نتانیاهو، که چگونه باید یک راه حلی برای این موضوع درست کرد که اسرائیل به هدف خودش برسه و اون پیروزی مطلقه که آقای نتانیاهو قول داده بود انجام بگیره. راه‌های مختلف هست، یکی این که اسرائیل در غزه بمانه، که این بسیار با مخالفت‌های شدید روبروست، هیچ منطقی هم درش نیست. اسرائیل نباید در غزه حضور داشته باشه، بلکه باید ترتیباتی بده که از امنیتش دفاع بکنه و شیوه هایی به کار بره که دیگه غزه جایگاه و پایگاه دست اندازی به سوی اسرائیل قرار نگیره. راه حل دیگر این است که حکومت خودگردان فلسطینی بیاید و ریاست و رهبری اون منطقه رو به عهده بگیره، و این بسیار با تردید روبرو میشه که اولا آقای محمود عباس توان این کار رو داشته باشه، دوم اینکه شوربختانه در کرانه باختری هم در طی سالهای اخیر گرایش به حماس و طرفداری از خشونت و کشتن اسرائیلیان بسیار بسیار گسترش پیدا کرده، مقادیر زیادی اسلحه از جانب حکومت ایران قاچاق شده به داخل اونجا، گروه های مسلحی آمدن که به هیچ وجه نه آقای محمود عباس پیروی میکنند و نه خواهان زندگی مسالمت‌آمیز با اسرائیل هستند. بنابراین اسرائیل این گزینه را هم رد میکنه و مردود میدونه. گزینه سوم این است که جمعی از کشورهای عرب، یک اتحادی مثل مصر، عربستان سعودی، قطر و یکی دو تا از امیرنشین‌ها بیاین و مدیریت غزه رو به دست بگیرن. احساس میکنم که اصلا علاقه به پذیرفتن این
رسالت ندارن. راه حل دیگر و آخری که مطرح است این است که یک شورای بین المللی این کار رو بکنه که اون هم هیچ کشوری حاضر نیست، این رغبت و آمادگی رو نداره که سرش رو توی تخت بیماری بگذاره. این است که متاسفانه پاسخ به پرسش شما این است که در حال حاضر هیچ راه حلی وجود نداره. اینجا پیدا شدن راه حل نهایی همچنان غزه زیر آتشبار اسرائیل خواهد بود؟ تا هنگامی که گروگان‌های اسرائیلی آزاد نشدن، تا هنگامی که حماس اسلحه خودش رو زمین نگذاشته، تا هنگامی که ترتیباتی داده نشه که غزه دوباره پایگاه کشتار و دست‌اندازی علیه اسرائیل قرار بگیره، این ادامه داره. ولی در خود اسرائیل هم این گرایش و این اندیشه به وجود اومده که آقای نتانیاهو باید شما به دنبال راه حل سیاسی باشید، باید به این جنگ پایان داد. ولی هم حماس، اولا ما نمیدونیم حماس رهبرش کی هست و چه سیاستی رو بعد از یحیی سنوار در پیش خواهد گرفت، ولی صحبت از این است که یک راه حلی پیدا بشه که امنیت اسرائیل رو تامین بکنه و بهترین راه برای مردم غزه باشه. این هنوز پیدا نشد. خب آقای نوری‌زاده، من وقتی که میگم ریشکن کردن منظور همون خلع سلاح عملاً اصلا را دست اینها گرفتن داید. هست، وگرنه اندیشه ها که هست، فکر را غلط درست هرچی که هست، نازی ها را به زانو در بودن از میون رفت، ممکن این برانور یک گروه های نازی همچنان باشن، بس بستر این هست. خود جنبش های فلسطینی، حرکت های فلسطینی، همه اینا عملاً از بین رفتن. ولی خب به هر حال، ولی اینو در لبنان نای نوری‌زاده ما میبینیم که الان لبنانی ها آمدن و میگن اصلاً باید دست دولت باشه. آقای میقاتی در کنفرانس پاریس اینو گفت و بقیه، و بعدن هم میبینیم سفرهای انجام شده. آقای بلینکن در دوحه گفته مذاکرات به زودی از سر گرفته میشه. در اردوگاه اعراب چه خبر هست آقای نوری‌زاده؟ اجازه بفرمایید من اول یک اشاراتی راجع به حرفای آقای امیر بکنم. ایشون عملا با صحبتهایی که کرد دستیابی به یک راه حل سیاسی رو تعلیق به محال کرد، در حالی که اینجوری نیست. 20 سال اسرائیل داره میگه ابو مازن پیره، نمیتونه کار بکنه و دست و بالش رو بستن، نمیگذارن هیچ کاری بکنه. من نمیتونم اینجا برای اسرائیل تصمیم بگیرم، من نظرم رو میگم. اگر اسرائیل مثلا برغوثی رو آزاد میکرد، اجازه میداد برغوثی در کنار ابو مازن یه دولت تشکیل بده، به طور قطع برغوثی قادر بود کنترل غزه رو زیر دست بگیره. یا حتی دهلان، اگر ببینید متاسفانه کشورهای عربی هنوزم این مداخلات رو جمهوری اسلامی یه جور اونها یه جور، مثلا امارات اومده آقای دهلان رو برده ابوظبی تحریکش میکنه علی ابو مازن. الان ایشون اشاره کردن به اینکه اینا بیان تو غزه. امارات الان در سودان داره علیه دولت مرکزی به اون آقای حمیدو که تمرد کرده داره به اون کمک میکنه. یه همین چند روز پیشم یه هواپیمای روسی که حامل اسلحه بود از جانب امارات برای اونجا سرنگون شد. میخوام بگم متاسفانه الان حتی بین خود امارات و عربستان سعودی نگاه های متفاوتیه. یا سلطان نشین عمان و سعودی در مورد یمن، بنابراین تنها راه غزه ماجرا رو به خود فلسطینی ها بدن، افراد لایقی که تو زندانن آزاد کنن. همه سنوار نمیشن. آقای برغوثی هم یه شخص، بعد شخصیت های برجسته‌ای مثل خانم اشراوی اینا کنار نباید زده بشه، اینا باید بیان توی بازی. و من معتقدم سرانجام آقای نتانیاهو هم میپذیره که راه حل غزه سپردن غزه به دست فلسطینی هاست، با یه ضمانتی مثل پادشاه اردن که روز به روز احترام من به او بیشتر میشه، به خصوص بعد از ملاقاتش با این آقای عراقچی. اما در مورد لبنان ببینید آقای اجازه بدین قبل از که بریم به لبنان، شما این اطمینانی که میگید آقای برغوثی، آقای برغوثی در
اگه اشتباه نکنم 2002 بود، 4 اسرائیلی و یونانی رو کشت و در زندان هست. شما از کجا اطمینان دارید که ایشون میتونه مثلا غزه رو سامان بده یا به کسان دیگری؟ آقای مروان بربوطی یا محمد دهن؟ خودش نکنه، 4 نفر خودش نکنه، متهم شد که پشت قضیه بود. اما امسال آقای برقوسی، من فقط انگوش رو نذاشت، گفتم یه موردش مثلا بیرون اومدن برقوسی در زندان هیچ کمکی به اسرائیل نمی کنه، ولی بیرون بیاد میتونه در آرام کردن اونجا، چه آدم محبوبیه، آدم قابلیت های اجرایی داره. و امسال رو نگفتم، فقط اون گفتم خانم اشراوی رو ذکر کردم. خانم اشراوی اینا که بودن یک زمانی با آقای عرفات بودن، بقیه همه اینا بودن. الان خانم اشرافی همین الان کجاست؟ اروپاست؟ نه خیلی صدای میسردش الان هم در فلسطینه. ولی وجود مسئله غزه و متاسفانه اون لحظه که اینا باید تصمیم گرفتن علیه حماس، تصمیم نگرفت و همین باعث شد که کنار زده بشن، چون انتظار دولت خود مختار بود اینا علیه حماس موضع بگن وقتی حماس کودتای. حالا در مورد لبنان تفاوتش با اونجا اینه که لبنان یه جسم خارجی به نام جمهوری ولایت فقیه اومده یه گروهی رو تو شیعیان، مگه شیعیان زمان امام موسی صدر نبودن، سازندگی میکردن، مملکتشون رو میساختن، مشارک آقای حسین الحسینی یا آقای کامل الاسعد رئیس پارلمان بود، نه نبیه بری که شریک دوز و رفیق قافل است. و امروز لبنان به این نقطه رسیده که باید سرنوشت خودش از جمهوری اسلامی جدا، این کار صورت نمیپذیره مگر اینکه حزب الله تابع دولت لبنان بشه، نه اینکه آقای حسن نصرالله بیاد بگه از تنبون پای من تا عمامم تا تفنگم همه رو آقای خامنه ای میده، حالا هم پول داره بهم میده. دیروز یه چیز جالب آقای چالنگی رخداد امیر، آقای وعام وخاب که یه وقتی نماینده پارلمان بود، درزی هم است از دشمنان جنبلان، رفت با حزب الله همدست شد، ایران بردنش، پولم براش گرفتن. ایشون اومد گفت امام خامنه ای قول دادن 20 میلیارد بدن به ما که با بازسازی کنیم لبنان. یارو خبرنگار گفت این قول حرف یا تعهد اتقو نخیر، تعهد قطعی است. امام خامنه ای گفتن نگران نباشید من لبنان دوباره می سازم. این در واقع همون حرف قالیباف که اونجور لبنان تو دهنش زد، از میقاتی تا شخصیت های لبنانی. به تو چه در لبنان؟ خامنه ای چی کار است اینجا؟ چون ایشون گفت لبنان سرپرستی مثل امام خامنه ای داره و جمهوری اسلامی و سپاه. بنابراین میخوام بگم در لبنان مردم هزینه این دردناک رو که میپردازن، اما به اعتقاد من به حقیقت میرسن. لبنان دست از این چنگ حزب الله بیرون میاره و رئیس جمهوریشون هم الان میخوان انتخاب بکنن و امیدوارم واقعا سرنوشت لبنان از این وضع دردناک بیرون بیاد. 1,500,000 آواره و این بسیار تلخه اینا رو دیدن با کیسه و بخچه در راه رفتن به سوریه. ما فکر کنید سوریه خودشون 8,000,000 اومدن تو لبنان. آقای امیر، آقای نوریزاده بر این اعتقاد و این نظر است که غزه رو میشه سپرد به دست کسانی مثل مروان برقوطی که میتونن از نظر اجرایی قابلیت دارن و یا حنان اشراوی که مدت‌های مدیدی مسئولیت داشتن در دولت عرفات و بقیه کار به اینجا رسیده، چرا این کار نمی‌کنید؟ مروان برقوطی و بقیه رو آزاد نمی‌کنید و آنچه که آقای نوریزاده گفت شما چه می‌بینید؟ بله، چند نکته رو باید خدمتتون عرض بکنم. محمود عباس پس از حذف یحیی سنوار بیانیه منتشر کرد و او رو یک قهرمان ملی فلسطینی خواند. یعنی ایشون از ترور حماس جانبداری میکنه. این یک. دومی که دولت خودگردان فلسطینی که با مشکلات مالی بسیار گسترده روبرو هست، حدود 1/3 از درآمدش رو
به تروریست هایی میپردازه که در زندان اسرائیل هستند به جرم ارتکاب ترور و به خانواده هایی میپردازه که در جریان عملیات تروریستی و آدمکشی علیه اسرائیل کشته شدن. یعنی اگر یک تروریست فلسطینی آمده و این موارد بسیار زیاد بوده از پشت سر با چاقو به کمر یک بانوی پیر اسرائیلی زده و او رو کشته و نیروهای امنیتی در تیراندازی متقابل او رو کشتن، دولت آقای محمود عباس به خانوادش مقرری ماهیانه میپردازه. نکته سوم این که آقای زهلان و دیگران اینها به جرم آدم کشی و به جرم حمایت از ترور و به جرم تغریزی یه ارتکاب جنایت علیه شهروندان اسرائیلی به زندان افتادن. خود این برغوثی به چند تا حبس ابد محکوم شده. نکته آخر این که من این رو با کمال تأسف و دل درد میگم و اون این است که حمله تروریستی سال گذشته، در حاشیه باید بگم که امروز روز سیمخات تورا، شادمانی تورات، روزی است که طبق تقویم یهودی در این روز که مردم اسرائیل به شادمانی قرار بود بپردازن آمدن و اون کشتار بزرگ رو به راه انداختن. امروز درست طبق تقویم یهودی درست یک سال از این قضیه میگذره و این حمله سال گذشته امید به صلح رو کشت. یعنی بزرگترین بازنده این جنگ امکان برقراری صلح بود و همون تکرار میکنم الان حماس و جهاد اسلامی در کرانه باختری بیش از 70% طرفدار دارن. در چنین موقعیتی اسرائیل چگونه میتواند مدیریت کرانه و غزه رو به این چنین افرادی بسپارد؟ یحیی سنوار رو هم اسرائیل آزاد کرد از زندانش، دیدید چه جنایاتی به راه انداخت. شما تقویم هایی رو که فلسطینی ها منتشر میکنن از این طرف و از اون طرف نگاه بکنید، نامی از کشور اسرائیل وجود نداره. اونها حاضر نیستن موجودیت اسرائیل رو بپذیرن. حد اکثر گذشتی که میتونن بکنن این است که الان خدمتون میگم، این است که کرانه رو به ما بدید، غزه رو بدید، شرق اورشلیم رو بدید، ما تقویت بشیم و فردا میاییم و بقیهش رو هم مطالبه میکنیم. نیستش. و 70 سال شما این حرف دارید میزنید. اجازه بده حرفشون تموم بشه. هفتاد سال نیست. تا سال 1967 جنگ شش روزه نامی از حکومت فلسطینی نبود. غزه در دست مصر بود. کرانه باختری در دست اردن بود که رسما به خاک خودش ضمیمه کرد. شرق اورشلیم در دست اردن بود. چرا تا سال 1967 حکومت مستقل فلسطینی رو برپا نکردند؟ جواب دارم براش. به خاطر اینکه گفتن ما همچنان نمیخوایم مسئله فلسطینی ها حل بشه، همچنان از فلسطینی ها به عنوان گوشت دم توپ استفاده میکنیم که اسرائیل رو نابود بکنیم. بعد که اسرائیل نابود بشه فلسطین بزرگ برپا میشه. فقط شادروان انور سادات بود که گفت جنگ بسه و آمد با اسرائیل قرارداد صلح کنه. آقای امیر آقای نوری‌زاده، ما نمیخوایم برگردیم به تاریخ و بحث مفصلی است، این بحث هم بارها شده. فقط یه توضیح خیلی کوچیک بدید آقای امیر برای اینکه بینندگان ما ممکنه دوچار سوء تفاهم بشن. شما گفتین سال عبری در چنین روزی بود که اون سال منطبقه با هفته اکتبر بود، یعنی میشرقه سال عبری، درسته؟ ببینید سال عبری مثل سال هجری از روی سال میلادی از روی خورشیده. هر 18 سال یک بار سال 13 ماه
و بعد اون موقع دوباره با هم بله یعنی تاریخ رو من میخواستم هر روشن میشه. خب آقای نوریزاده حرف آقای امیر این هستش که یحیی سنوار هم از زندان آزاد شد و بعد چون عذاب در اومد. اجازه بده آقای نوریزاده حرف من تمام نشده و بعدش هم آقای محمود عباس هم نیومدن محکوم کنن عملیات حماس رو. این رو چطور شما برخورد میکنید؟ یعنی ممکنه همون باشید دیدن که چند بار نمایندش عزام احمد اومد توی قاهره گفت این کاری که حماس کرد بزرگترین ضربه رو به فلسطینی زد. من خودم با نبیل ابورودنه حرف زدم گفت این خیانت جمهوری اسلامی، ما در آستانه دو دولت بودیم با رابطه عربستان. یعنی میخوام بگم شما انتظار نداشته باش الان که مردمی در اونجا 2 میلیون آوارن، خونه و زندگیشون خراب شده، محمود عباس بیاد برای اسرائیل دست بزنه. نمیتونه این کارو بکنه. هر دولت مردی باید حواسش جمع باشه. مال آقای سنوار هم نمیتونه بیاد بگه به به بریم شادی کنیم. ولی اینو که میگه تو نشستای خصوصیش با بعضی از روزنامه نگاران که باش دوستن، با سران دولت عربی، همه حرفی که ملک عبدالله به عراقچی زده بود. منظورم اینه که انتظار نداشته باشیم یه ملتی که مطابق قانون ملل متحد چون در اشغاله میتونه برای پایان دادن به اشغال مبارزه کنه. حالا اینا تروریسم رو برداشتن، ولی من و شما که در جوونی یادمونه آقای جورج حبش اگه هواپیمای رو میدوزید مسافرها رو پیاده میکردن تو فرودگاه زرقای اردن، لطمه ای هم بهشون نمیزدن، هواپیما رو منفجر میکردن چون باله مثلا یه دولت طرفدار اسرائیل. منظورم اینه ببینید زمان رو باید با تحولات همون زمان بررسی کرد. نمیشه آقای امیر بگه سال 67. سال 67 تموم شد. بزرگمردی به نام سادات اومد نقطه ختام گذاشت، رفت تو پارلمان اسرائیل، قرارداد صلح بست. ملک حسین قرارداد صلح بست. ملک حسن و پسرش قرارداد صلح بستن. همین دولت قطر عظما و بقیه همه با اسرائیل بالاترین رابطه رو برقرار کردن. بنابراین الان هم زمینه مساعده. اگر اسرائیل اینو چه میگم پیرهن عثمان نکنه که آقا بله چون ما سنوار رو آزاد کردیم تروریست شد دوباره. خیلی ها هم آزاد کردید نشدن. خیلی ها رو آزاد کردید کار کردن، تو دولت رفتن بوده. تو سازمان آزادی بخش بودن، زندان بودن، اومدن بیرون، یاری رسوندن برای اینکه دولت مدنی تشکیل بشه. یه جایی شما باید این سیاهی های ذهن رو از گذشته پاک کنید. دولت فلسطین باید تشکیل بشه. این ملت سابقه داره هزاران ساله مثل یهودی ها. سابقه داره در اونجا. و این ملت باید تکلیفش رو روشن بکنه، دولت رو تشکیل بده دست به دست اسرائیل. پسر عموهایی که میتونن به هم بالاترین کمک رو بکنن. اسرائیل میتونه بهشون کمک کنه از این فلاکت بیان بیرون. خودشون آدم های تحصیل کرده در چارسوی دنیا دارن. کمک باید کرد. تا کی کشدار؟ شما این منظره غزه رو من دارم. آقای منو شمیر یه آدم با وجدانه، محال اینو قبول کنی. یه بچه 4 ساله خواهر 1 سالش رو دوشش گرفته گریان داری میره. خب آدم خامنه ای مقصره، حماس مقصره، ولی اسرائیل هم باید یه جای نقطه ختام بگیره. آیا فلسطینی های نوری زده؟ ولی این صحنه‌های ملودرام بسیار هست. ببینید فلسطینی های خودشه رو باید از اسرائیل توقع داشته باشن، چون اسرائیل این کار نمی‌کنه. فلسطینی آیا همین کافیه که نبیل ابورودنه مثلا بیاد به شما یا من یا هر کس دیگه یواشکی بگه کار حماس غلطه؟ نه همین کافیه. سوال این هست، اجازه بدید آقای امیر پاسخ بده. بفرمایید آقای امیر راجع به اون چیزی که آقای نوریزاده گفت و این موضوع که اساسا تمام اعضای کابینه عرفات افراد تحصیل کرده بودن، الان کجا هستن؟ ما نتیجه عمل دولت آقای عرفات دو دولتی بود در 2 قسمت فلسطین و نشستن تا کار به اینجا رسید. آقای شارون کرد، عرفات نکرد. شارون تصمیم گرفت غزه رو بده به حماس.
در مصاحبه چرا آقای عرفات موثر بود؟ چرا آقای شارون یعنی آقای شارون نمیتونست این کارو بکنه اگر این بر بود؟ بفرمید آقای. آقای نوری زاده اشتباه میکنید. اسرائیل حماس رو داد، ببخشید، غزه رو داد به حکومت خودگردان فلسطینی. یک سال بعدش چون فاسد بودن، مدیریت نداشتن، بی‌لیاقت بودن، انتخابات برگزار کردن، مردم غزه به حماس رأی دادن، بعدم حماس کودتای نظامی کرد و بر غزه مسلط شد. بنابراین درست نیست بگویید که شارون غزه رو به دست حماس سپرد. شارون غزه رو به دست حکومت خودگردان فلسطینی، ولی میدونست چه خبر شارون. شارون خبر داشت اونجا رو. از چطوری میشه آینده رو پیش بینی کرد آقای اگر اسرائیل. اگر آقای محمود عباس لیاقت داشت، مردم غزه دوستش داشتن، ارتشا و دزدی و رشوه خواری و فساد مالی نبود، پس چرا مردم غزه به حماس رای دادن و نه به آقای محمود عباس؟ فضای اونجا فرق میکنه. بعدم آقای امیر، فساد میگیم، فساد در اسرائیل هم هست. خود همین نخست وزیر متهم گرفته رشوه. یعنی مثلا این بس میره میبخشید نه سال میره به یه جای دیگه. بفرمایید اسرائیل ضد فساده. اسرائیل برای مبارزه با فساد حتی نخست وزیرش رو محاکمه میکنه. ضد فساده، نه فسادی که در حکومت فلسطینی و رژیم ایران قرار داره که میدوزن و بربر میدارن و غیره. یه نکته دیگر آقایون گرامی، در جنگ های متعددی در دنیا رخ داده، جنگ اول بوده، جنگ دوم بوده، جنگ ویتنام بوده، جنگ هندو پاکستان بوده، جنگ صربستان بوده، اونهایی که آواره شدن در ظرف یک سال، دو سال، سه سال اسکان یافتند. کشورهای عرب جنایتکار مدت وقتی که به اسرائیل حمله کردن 1948 و خواستن این کشور رو نابود بکنن و شکست خوردن و مسئله پناهندگان فلسطینی به وجود اومد، اونها رو اسکان ندادن، گفتن شما رو در محله های بسته نگه میداریم چون شما رو میخوایم گوشت دم توپ بکنیم که به کمک شما اسرائیل رو نابود بکنیم. و الان 76 این رو از کجا میگیرید آقای امیر؟ این آقای امیر چنین نبود. گفتن اگه شما شهروند مصری و عربستانی بشی دیگه به فکر فلسطین نیستی، فلسطین و اسرائیل میخوره، تموم شده. بی انصافی نکنیم. آقای نوری زاده، در تمام کشورهای عرب و به ویژه در کرانه باختری و در غزه اردوگاه‌های رو درست کردن، گفتن که شما اینجا زندگی بکنید، هیچ تلاشی برای کمک کردن به جذب اینها انجام ندادن. چگونه است که سه نسل گذشته، 74 سال، 76 سال گذشته، هنوز به اجازه ندادن اینها اسکان پیدا کنن؟ چرا میخواستن؟ درست شده بود، بهترین بیمارستان و مدرسه رو داشت، چرا درست نکردن؟ اردوگاه داشت برچیده میشه. 76 ساله که سازمان ملل از طریق اونرا به فلسطینی ها برنج میده، نمک میده، چای میده، روغن میده. چرا باید کشورشون رو گرفتن اشغالی و کشورهای ثروتمند عرب به اینها کمک نکردن که جذب بشن مثل انسان زندگی بکنن. خب اجازه بدید آقای امیر، اجازه بدید آقای نورزاده، اجازه بدید. اینی که شما اشاره میکنید شاید هیچ کشور دیگه هم این کارو نکنه. یعنی راه حل مسئله فلسطین این نیستش که اوایل همین غزه این موضوع مطرح شد. یک سری هم در همین آمریکا پوشش گرفته بودن که اهالی غزه رو ما برونیم برن در صحرای سینا زندگی کنن. یعنی این یکی از برنامه‌هایی بوده که مردم فلسطین برن در کشورهای عربی دیگه خیال راحت بشه. این که راه حل نشد. خب نمی‌پذیرن. مردم اجازه بفرمایید این راحت به گفته شما و بعد این ادبیات که کشورهای عرب جنایتکار، ادبیاتی است که همه در واقع هم به کار میبرن، در مورد اسرائیل، در مورد کشورهای دیگه هم به کار میرن و ادبیات به نظر من درستی نیست. کشورها جنگ کردن به دلایل معقول و غیر معقول.
ولی راه حل آیا واقعا اینه که فلسطینی‌ها از اینجا بیرون برن، کشورهای عرب اینا رو جذب کنن؟ همین موقع در همین مورد جنگ غزه سیسی آمد و گفتش که مسئله فلسطین برای اهلا مثلا میتونن بیان در اینجا فلسطینی‌ها، ولی مسئله فلسطین باید در فلسطین حل بشه نه اینکه در سینا. بفرمایید. بله، ببینید هیچ مقام مسئولی در اسرائیل جز دو تا از وزیران تندرو و راستگرا چنین حرفی نزدن، چنین راه حلی مورد قبول ملت اسرائیل نیست. ملت اسرائیل خواهان همزیستی با همسایگان فلسطینی است، با هم پسر عمو هستند، به شرط اینکه فلسطینی ها ثابت کنند که هم جواری رو میپذیرند. متاسفانه شیوه تدریس و آموزش در مدارس فلسطینی، شیوه های سنتی که اونها دارن، انتقام خون که یک بخشی از سنتشون هست، بهشون اجازه نمیده که با اسرائیل همزیستی بکنن. باز من برمیگردم به غزه. غزه رو اسرائیل داد دست فلسطینی ها، گفت خودتون اداره کنین، ما حاضریم براتون بندر درست کنیم، فرودگاه درست بکنیم و به شما همکاری بکنیم که شکوفا بکنیم. آمدن برای انتقام گیری غزه رو به مرکز ترور با کمک رژیم ایران برای دستاندازی به اسرائیل و نابود کردن این کشور مورد سوء استفاده قرار دادن. بنابراین برمیگردم، بزرگترین بازنده این جنگ، جنگی که رژیم جنایتکار ایران، من این واژه رو تکرار میکنم، رژیم جنایتکار ایران مسئولیت بزرگی داره، بزرگترین بازنده این جنگ امکان برقراری صلح و همزیستی است. این رو دست کم یکی دو نسل دیگه به تعویق انداخت. خب آقای نوری‌زاده غزه رو دادن به فلسطینی ها، ولی بر سرش این آمد، یعنی دو منطقه شدن، دو دولت رحم الله، و رسید به اینجا و الان تخم کینه بیشتری کاشته شده در هر دو طرف. بفرمایید. متاسفانه چلنگی چنین است و من بعد از اسلو خیلی امیدوار بودم و واقعا امیدوار بودم رام الله رو اومد، جاهای دیگه ساخته شد، همین غزه رو چقدر خرج کردن، بازسازی کردن و متاسفانه رژیم جمهوری ولایت فقیه از روزی که آمد مسبب تمام خرابی های خاورمیانه شد. عراق به ایران تجاوز کرد ولی خمینی بود که زمین رو برای عراق صاف کرد. وقتی میره تیتر روزنامه کیهانش بود که سربازان عراقی چرا بلند نمیشین، ای شیعیان عراقی، اون بدبخت آیت الله صدر رو به کشتن داد سر همین کارا. و بعدم منطقه رو به این آشوب، چند دفعه تو بحرین خواستن بحرین رو سرنگون کنن، چقدر بمب تو عربستان زدن. تمام رفتار رژیم آدمکشی، جنایت و برای بقای نکبت خودش این بازی رو در غزه روشن کرد. تو همینجا ما با هم صحبت میکردیم، آقای امیرم بود، من گفتم دولت آمریکا میگه که اینا خبر نداشتن، دروغ بود. برای که خامنه ای 10 روز قبلش فرمان رو صادر کرد، گفت این قرارپیمان ابراهیم باید از بین بره، چون میدونست عربستان داره میره قرارداد ببند. امروز هم جمهوری اسلامی شکستش، سرش به سنگ خوردن، آغاز یافتن دولت برای فلسطینی هست. یه زمانی رژیم های متعدد بودن، حافظ اسد بود، صدام بود، قذافی بود، امروز فقط یک رژیم به نام جمهوری اسلامی که از رادیکالیزم فلسطینی حمایت میکنه. بابا انقلابی های فلسطین آدم بودن، هبش، هواتمه، اینا آدم های اسرائیلی بودن، آدم های تحصیل کرده بودن، مثل این جانوران نبودن که فقط آدم کشی کنن. و الانم آقای امیر، از شما و آقای امیر سوال میکنم، وزیر آموزش پرورش اسرائیل رسما داره میگه که آقا جمهوری اسلامی باید سرنگون بشه، اینا باید برن تا ملت ایران آزاد بشه و ملت‌های منطقه به صلح برسن. من حالا در واقع شما و جناب چالنگی، من خواست میدم به شما که آقای امیر باید به ما بگه واقعا اینا در صدد این کار هستن یا نه. بله، همین در اطمینان ذهن من بودی همچین سوالی که تمام گفتن که سر موضوع، سر مار یا هر چی که هست در تهرانه.
سر روباه، هرچه روباه نازنین نه اختاپوس. ولی بله، همین بلینکن اولین کاری که کرد دوید اومد اسرائیل، گفتش که نه 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 جمهوری اسلامی نقشی نداشته مستقیم. واقعا شما الان دارید میگید و الان این حکومت 200 موشک فرستاد به اسرائیل ولی کسی هم باش کار نداره ظاهرا. خب زمانی که این هست، آقای خامنه ای هم آمده بود ما 100 برابر قوی تر از زمان جنگ با عراق هستیم، از این حرف هم زدن. چرا کسی باش کاری نداره آقای امیر؟ آقای چلنگی، من پاسخ به پرسش شما رو به دو بخش تقسیم میکنم، در واقع به سه بخش. بخش اول اون دو بخشش خوب بوده آقای نوری زاده، یه بخشش یه بخشش بخش سوم تماشا شد چیا بفرم. نه بذار از نکته اول شروع کنم و نکته اول این است که تمام رهبران اسرائیل از بنیامین نتانیاهو تا بنت و تا لپید بارها گفتن که سر مار یا سر اختاپوس در تهرانه. کافی نیست که شما بازوی اختاپوس رو در لبنان یا در غزه یا جای دیگری قطع بکنید، سرش هنوز زنده است، باید اون رو زد. یعنی دولت اسرائیل میگوید که، یا دولت‌های اسرائیل میگویند تا هنگامی که این رژیم برقراره فتنه در خاورمیانه ادامه خواهد یافت. این نکته اول. نکته دوم این است که در عملیاتی که ما انتظار داریم اسرائیل انجام بده و نمیدونیم که کی خواهد بود، فردا خواهد بود یا هفته بعد یا بعد از سه هفته دیگه بعد از انتخابات ریاست جمهوری در ایالات متحده، به هیچ وجه هدفش برانداختن رژیم ایران نخواهد بود، چون این یک روند بسیار طولانی باید داشته باشه. هدف اسرائیل از این حمله تضعیف توان تهاجمی سپاه پاسداران و خشک کردن ریشه درآمدهایی است که رژیم ایران نفت رو میفروشه و پولش رو به حماس و حزب الله و دیگران میده. این هدف اسرائیل در جنگ کنونی خواهد بود، جنگی که منتظریم. نکته سوم، اسرائیل هم بر این باور است، درسته سر اختاپوس در تهرانه، ولی تغییر رژیم و برانداختن این رژیم امری است که مال ملت ایرانه، وظیفه ملت ایرانه، مسئولیت ملت ایرانه، که باید بعد از اینکه رژیم رو انداخت دولت و سیستم حکومتی مورد علاقه خودش رو تعیین بکنه. اسرائیل نباید و کشورهای دیگر نباید مستقیما در این امر دخالت کنند، میتونن کمک هایی بکنن، و ولی رژیم آینده ایران رو خود مردم ایران باید بله. اینو من توضیح بدم بله. نکته آخر این است که نتانیاهو در پیام بسیار خوبی که خطاب به ملت ایران منتشر کرد نگفت که ما میخواهیم رژیم کنونی رو براندازیم، گفت نباید قبول دارم، ولی وقتی این رژیم بر بیفته آن موقع زمینه برای بازگشت دوستی، همکاری و همیاری و همجواری بین دو ملت ایران و اسرائیل فراهم خواهد شد. بفهمید پردید این البته فرمودید که آقای امیر گفت که سه نکته چهار نکته بود، یه نکته تقریبا ما برای بعد این از این. ولی قطعا آقای نوریزاده معلوم هست که لابلا صحبت ها اشاره کرد که کسی اینو از اسرائیل نمیخواد، مردم ایران اینو نمیخواد، دفتاز فهمیدن که خود ما هستیم که باید یه کاری بکنیم. پس مثلا این در اون عرصه و اون قاب و اون چارچوبی که اسرائیل مشکلش هست، چرا با اصل قضیه کار ندارن بقیه این حمایت ها؟ چون مسئله فلسطین همیشه یه سری متولی داشت و الان منظره خاورمیانه بسیار مضحک شده، یعنی اینکه کشورهای عربی که جنگ داشتن با اسرائیل همه دیگه صلح کردن، روابط ساختن، از مصر و اردن گرفته تا الان عربستان و بقیه روابط دوستان،
الان وزیر خارجه خامنه ای را میفته میره این ور اون ور به اونها میگه آقا بیایید از فلسطین ها حمایت کنیم. این مضحکه و جوابهایی که شنیده از شما میشنویم. آقا نوریزاده این سفر عراقچی چه دستاوردی داشت؟ پشت پرده آیا نخندیدن به این بابا؟ شما بگید برای بینندگان. من فقط یه خیلی توصیف دارم جناب امیر، مثل خود شما هیچ ایرانی با شرفی نمیخواد اسرائیل یا آمریکا بیاد ایران رو آزاد کنه. اون غلطی که تو عراق و افغانستان کردن برای چند نسل کافیه. صدام رو بردن یه مش دوز دوردن جاش گرشتن که هم آدم کشن هم دوزدن. افغانستان هم بودن به طالبان. بالاخره این را آدم میبینه. ملت ایران خودش میکنه خواهد کرد. اما وقتی آقای خامنه ای دستور حمله به خانه نتانیاهو رو میده، معناش یعنی چی؟ یعنی رأس دولت اسرائیل رو هدف قرار دادن. همه قوانین بین المللی هم این اجازه رو میده که نتانیاهو جواب بده بهش. منظور من اینه. الان مصلحت جویی های آقای جو بایدن و پشت پرده و کاملا هریس و انتخابات جلوی همینا رو گرفته. حداقل دیروز مثل آقای نتانیاهو با ترامپ گفتگو کرد که اونم برگشت گفت که اسرائیل باید برای مسائلش هرچی میخواد بگه. در کشور عربی جناب چالنگی در بعضی جاها که حرفی نمیزنن، مثلا آقای عراقچی رفت کویت، یه لبخندی اون زد، یه لبخندی امیر کویت زد و یه قهوه خوردن و رفت. حالا با وزیر خارجه‌اش هم تو کلام هست. ولی اردن ملک عبدالله پوستش کنده بود. یکی از مقامات قبلی اردن توی تلویزیون الحدث واقعا اصلا ملک پوستش رو کند. بهش گفت شما خجالت نمیکشین 45 سال منطقه رو با این بحران روبرو که الان هم اومدید از ما کمک میخواییم که جرم شما رو بیدن پاک بکنیم. نمیتونیم یه دونه مشکلونم بیاد بالای اردن ما میزن. تو عربستان سعودی باز بهش گفتن آقا فرمانده سپاه شما میگه تسلیحات نفتی ما رو میزنیم، میخواییم شما بزنین داغون کنیم. خب ما چجوری بیایم به شما کمک بکنیم؟ بعد به دروغ گفتن ایران عربستان مانور دریایی داره. آقای ناخدا ایرانی فرمودن عربستان اعلام کرد ما به هیچ وجه مانور نداریم. اینا دو تا سه تا ناظر تعیین کرده بودن که بیان خواسته بودن بیان نمایش رو نگاه کنه که من اعتقاد دارم اینجوری میخواستن قدرتشون نشون. در مصر هم واقعا آدم هر روز به این جنرال سیسی بیشتر اعتقاد پیدا میکنه. مصر واقعا مردان برجسته ای داره. یعنی در طول از زمان فاروق به بعد خود شما اونجا زندگی کردی سالها، این دولت مردان واقعا ستایششون میکنه. وزیر خارجه میره پشتش یکی دیگه میاد از اون بهتر میشه وزیر خارجه دبیرکل سازمان اتحادیه عرب. بعد مصر آقای سیسی هم به ایشون گفته بودن شما از یک طرف تروریستایی رو که مال مصرن در کشور خودتون پذیرایی میکنید و از طرف دیگه داد میزنید که اسرائیل داره چیکار میکنه. خب چرا شما این کار رو میکنید؟ شما یادتون آقای چالنگی که معاون دبیر کل القاعده در تهران دو دخترش کشته شد. شما یعنی حیرت برانگیزه. و خوشبختانه من اعتقاد دارم حتی ایشون در عراق هم پاسخ شیرینه به گوشش نشنید، پاسخی که رضایتشون رو جلب بکنه. در ترکیه هم آقای اردوغان آنقدر با اینا تند بوده که تعریف میکنن میگوین که آقای اردوغان هم بهشون گفته بود که آقا ول کنید، شما چرا الان هم دوباره دارید همین بر ساز جنگ میزنید؟ ول کنید که بشین کاری کرد. فقط مثل که وزیر خارجه ارمنستان با ایشون یه همدلی تو ترکیه نشون داده بود، ولی نه آذربایجان. حالا هم که آقای پزشکیان تشریف بردن با پوتین جان ملاقات کنم، باید ببینیم دستاورد این نشست در قازان چه خواهد. ببینید آقای امیر، آقای بلینکن وزیر خارجه آمریکا سفر منطقی داشته. از جمله حرفایی که زده اینه که ما در صدد هستیم جلو گسترش این تنش یا این ناهارامی یا هر چی که هست رو بگیریم. به نحوی این حرف رو زده که حمله اسرائیل به جمهوری اسلامی، مصالح جمهوری اسلامی، پایگاه نظامی هرچه که هست
میتونه با واکنش جمهوری اسلامی روبرو بشه و بعد واکنش اسرائیل و این یک جنگی باشه و ما میخوایم جلوش رو بگیریم. این رو چطور تعبیر میکنیم و مجموعه سفر و دیدار بلینکن رو تا چه اندازه مؤثر هست در حل درست مسئله؟ بله من انتظار یعنی ترجیح میدم که این پرسش رو آقای نوریزاده جواب بدن، ولی ارزیابی شخص من بدون اینکه بتونم به هیچ منبع خبری موثقی استناد بکنم، یکی از ماموریت‌های آقای بلینکن در سفر ناگهانیش به عربستان این بود که عربستان رو تشویق بکنه که روند همکاری و آشتی با اسرائیل رو سرعت ببخشه و اطمینان داد بهشون که ما آمریکا نیروی نظامی رو در منطقه آوردیم و از شما حفاظت میکنیم، از حکومت اسلامی ایران نترسید. آنچه که من میتونم بگم. بله. خب آقای نوریزاده این سفر رو ببینید، خود شما اشاره کردید، من هم گفتم، آقای امیرم به نحوی گفت، کسی انتظار نداره که اسرائیل یا آمریکا یا هر نیروی دیگه بیاد و این حکومت تغییر بده، اما اون چی که مردم ایران انتظار دارند این هستش که حمایت نکنه، مماشات نکنه. به نظر میرسه در صحبت بلینکن این بخشی که من اشاره کردم بازم یه نوعی حمایت هست، جمهوری اسلامی یه مقداری دور بردن از پیامدهای کاری که کرده، موشکایی که شلیک کرده و بقیه موضوعات. شما چه میبینید؟ شما با هر فرد ایرانی صحبت کنید، از آدم بازاری، از نمیدونم جوان دانشجو، اصلا همه میگن آمریکا پشت این رژیم. حالا یه خودم انگلیس، ولی در مورد آمریکا قطعا میگن پشت این رژیم. اصلا تردید مردم ندن، چون در بزنگاهای دیدن ایالات متحده، آخه وقتی حماس حمله کرد معنا داشت آقای بلینکن و CIA و بقیه بیان بگن نخیر جمهوری اسلامی خبر نداشت. آخه اینقدر حرف بی ربط احمقانه، پولا از کجا اومد؟ الان 500 میلیون دلار تو قرض الحسن حزب الله بود توی جایی که اسرائیل بمباران کرد، این پولا کجا اومد؟ از قاچاق اومد، از فحشا اومده، از پولشویی اومده، اما اصل ماجرا جمهوری اسلام است. آقای بلینکن باز دوباره تشریف آوردن، هدفشون اینه که اسرائیل رو قانع کنن، کشورهای منطقه رو، که آقا این سیلی رو هم که میخوای بزنی بنداز بعد از انتخابات آمریکا. کل هدف آقای بلینکن اینه، هیچ چیز دیگر نیست. بران که بایدن میدونه کاملا هریسش تو انتخابات شانس زیادی نداره، الان میخوان اینجوری نشون بدن ما جلوی جنگ رو گرفتیم، بنابراین ملت بشه تابید به ما رأی بدید، که در حالی که دموکرات ها بدترین روش رو در برخورد و قضایای منطقه داشتن، بدترین برخورد، اون از رفتارشون با شاه فقید. بعد شما نگاه کنید، شاهزاده رضا پهلوی اومده توی تلویزیون فاکس نیوز و توی سخنرانیش تو بنیاد نیکسون میگه آقا راه حل ایران جنگ نیست، راه حل ایران مماشات نکردن با رژیمه. خیلی ساده. وقت بعضی از این آقایون چپا میان میگن رضا پهلوی نتانیاهو رو میگه بیا ایرانو بگیر بده به من، کی همچی حرفی زد و کدوم ایرانی با شرف به نتانیاهو میگه بیا کشور منو بگیر یا آزاد؟ مگه اسرائیل نیروی زمینی داره بغل ایران؟ مگه با ایران هم مرزه؟ فقط میتونه ضربه بزنه، اما این ضربه رو به مردم ایران نزن. حتی یک نیروگاه رو میخوای بزنی، 5 تا آدم بیگناه اونجا کشته بشن، شما دنبال رأس، دنبال سر اژدها هستید. خودتون میدونین کجا، مخفیگاهاش هم میدونی. امشب میره کردان، فردا شب میره اونجا، پسفردا میره مازندران، همه رو میدونی. رنگ پیژامه رو وقتی میدونی بقیهش هم میدونی. بنابراین به ملت ایران کاری نشته باشید، بگذارید ملت مبارزه‌شو بکنه. من تردید ندارم آقای چالنگی، اگر سایه شوم این نظرات یه روز کم بشه، فردا مردم تو خیابون تکلیف رژیم رو روشن میکنن، حتی خود این پاسدارا میان تو خیابون. فکر کنه اینا عاشق خامنه‌ای هستن، یکیشون با سابقه طولانی حالا استاده میگه خامنه‌ای دوچاره
جنون شد. رسما داره میگه این جنون گرفته، اصلا نمیدونه مردم گرسنه‌ن، نمیدونه دنیا چه خبره، مریض شد، بیماره، دنبال وحدت وجود رفته. حالا آقا رو میخوان فیلسوف هم کنه. بی‌ادبی‌های هم اخیراً تو صحبت ببخشید. در جایزه معمار صلح بود که اشاره کردید شما، بنیاد نیلسون اهدا کرده به شاهزاده رضا پهلوی. بگم جناب امیر، این دفعه ملاقات کردی با آقای نتانیاهو، بگین ملت ایران نمیخواد تو بیا ایران رو آزاد کنی، ولی سر جدت کسی که میاد خونه تو خراب میکنی، تو هم خونه اونو خراب کن، یه جای دیگر رو خراب کن. خیلی خصوصی این پیامی که آقای نوری‌زاده داده، آقای امیر به همین شکل منتقل کنید. اجازه بدین یه مشکلی رو براتون توضیح بدم. یک دقیقه وقت داریم آقای امیر، بفرمایید. بله، ببینید فاصله اسرائیل تا لبنان 1 کیلومتر، 10 کیلومتر، 40 کیلومتر. فاصله با ایران از 1200 کیلومتر شروع میشه تا 1600 کیلومتر. بنابراین رفتن و یکی یکی اینا رو نابود کردن کار آسونه نیستش. ولی من ایمان دارم، شاید بعضی از اطلاعاتی هم که از منابع خبری دارم حکایت از این داره که حتی در داخل رژیم هم افراد ناراضی بسیار زیادن که حاضرن همکاری بکنن که این افراد رو نابود بکنن. ولی در مرحله کنونی، در مرحله کنونی اسرائیل میخواهد زیر ساختهای سپاه پاسداران و نمادهای حکومتی رو نابود بکنه. نماد حکومتی چی هست؟ فردا مشخص خواهد شد. بسیار خب آقای امیر، من مطمئنم آقای نوری‌زاده منظورش این نبود که راه بیفتن اسرائیل برن و تک تک مثلا این همه راه رو که نمیشه. نمیدونم، منظور اینه همون لبنان 1 کیلومتری، اون داستانهای پیجرا و اینا اتفاق افتاد، راه نیفتادن این روزی و خیلی هم جوک ساختن که آفتابه های آقای خامنه ای رو این روزا خود ایشون پر میکنه و اجازه نمیده بقیه پر کنه. بله اینا هم هست همچین صحبت. و به هر حال شما پیام آقای نوری‌زاده رو برسونید به آقای نتانیاهو. سپاس بسیار از شما بینندگان عزیز که همراه بودید. با سپاس از آقای منشه امیر و آقای علیرضا نوری‌زاده و به امید دیدار در شماره‌های آینده تفسیر خبر. با امید به فردایی بهتر. با برآمدن آفتاب از فراز البرز، سهند و سبلان، آسماری، کوساران، دنا، دراک، الوندکو، زاگرس، تفتان، بینالو، دورفک و شیرکو، کوساران تاراز، مونگشت و زردکو و تابشان بر فلات ایران زمین. روزگارتان خوش، تندرستیتان پایدار باد. ایران هرگز نخواهد ماند.